بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. وزارت خزانه داری آمریکا اهدای نزد به حرم مطهر رضوی مشمول تحریم نیست. توقف ساخت مسجد با اعتراض کمیسیون حقوق بشر کره جنوبی مواجه شد. و اساتید دانشگاه‌های جهان: طالبان مشروعیت ندارد. سلام، بر حضرت ابا عبدالله الحسین و درود بر شما بینندگان عزیز. به این بخش خبری خوش آمدید. وزارت خزانه داری آمریکا به انتشار اطلاعیه توضیح داد که سفر زیارتی اشخاص آمریکایی به حرم مقدس امام رضا علیه السلام، خریدهای آنها برای مصارف شخصی حین سفر یا اقلام اهدایی انسان دوستانه آنها به حرم مطهر رضوی شامل تحریم های این کشور نشده و از موارد استثناء در مقررات تبادل و تحریم های ایران می باشند. پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار اطلاعیه نوشت: آمریکا درباره هر گونه سفر آمریکایی ها به ایران هشدار می دهد. این اطلاعیه ادامه داد: وزارت امور خارجه به خاطر خطراتی مانند آدم ربایی، دستگیری‌های خودسرانه و بازداشت شهروندان آمریکایی یک توصیه نامه سطح 4 درباره ایران منتشر کرده است. در ادامه این بیانیه آمده: تبادلاتی که به طور معمول بخشی از سفر به ایران یا از ایران توسط اشخاص آمریکایی است، در دسته موارد استثناء از مقررات تبادل و تحریم‌های ایران قرار می‌گیرند و بنابراین به طور کلی ممنوع نیستند. تبادلات مستثنا از این مقررات شامل زیارت اشخاص آمریکایی از حرم مقدس امام رضا علیه السلام و خریداری کالا و خدمات برای مصارف شخصیشان در هنگام سفر می باشد. علاوه بر این، اهدای اقلامی مثل غذا، لباس و دارو توسط اشخاص آمریکایی به حرم مقدس امام رضا علیه السلام که به منظور تسکین عالم انسانی مورد استفاده قرار می گیرند شامل استثناء از این مقررات شده و از این رو به طور کلی تحت این مقررات ممنوع نمی باشند. این بیانیه می افزاید: اگرچه اشخاص آمریکایی از انجام دادن برخی تبادلات با اشخاصی که در برنامه تحریم ها در لیست سیاه قرار گرفتند یا با نهادهای خارج از گستره مقررات تبادلات و تحریم های ایران قرار می گیرند، از جمله با آستان مقدس رضوی و زیر مجموعه آن تولیت آستان مقدس رضوی که نظارت بر امور حرم مقدس رضوی را بر عهده دارد منع می شوند. کمیسیون حقوق بشر ملی کره اعلام کرده پروژه ساخت مسجد در دگو که به علت شکایت ها به حالت تعلیق در آمده است باید مجوز ادامه ساخت و ساز پیدا کند. این کمیسیون در بیانیه‌ای تاکید کرد که تصمیم برای متوقف کردن ساخت این مسجد بر اساس تبعیض و تعصب علیه مسلمانان اتخاذ شده است. دیدبان حقوق بشر این بیانیه را در واکنش به شکایت نامه ارائه شده از سوی مرکز اسلامی دارالایمان صادر کرد. جامعه اسلامی دگو، سومین شهر بزرگ کره جنوبی واقع در منطقه جنوب شرقی این کشور است که پس از دریافت مجوز ساخت در دسامبر 2020 ساخت این مسجد را آغاز کرد. پس از آغاز ساخت مسجد، برخی از ساکنان که نگرانند این مسجد منجر به حضور گسترده مسلمانان در این منطقه شود با ساخت آن به شدت مخالفت کردند. فعالان ضد اسلامی و برخی از ساکنان محلی در دگو کره جنوبی به ساخت قانونی مسجد در این کشور اعتراض دارند. آنها علاوه بر آزار و اذیت مسلمانان محلی، دسترسی به ساخت و ساز را مسدود کرده و توماری آنلاین ایجاد کرده و نفرت و اسلام هراسی را گسترش می دهند. کمیسیون حقوق بشر اعلام کرد که چنین تصمیمی بر اساس تبعیض و تعصب علیه مسلمانان است و به دولت محلی توصیه کرد تا اقدامات لازم را برای از سرگیری ساخت مسجد آغاز کند.
به قدرت رسیدن طالبان و رفتارهای این سنی های تندرو این بار صدای اساتید دانشگاه های جهان را هم درآورده است. اساتید دانشگاه های معتبر جهان خواستار به رسمیت نشناختن سنی های تندروی طالبان به عنوان حاکمان افغانستان شدند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. شماری از استادان دانشگاه های معتبر آمریکا، اروپا، استرالیا، هند و برخی کشورهای دیگر جهان از جامعه بین الملل خواستند که سنی های تندروی طالبان را به خاطر نقض حقوق مدنی و بشری مسئول دانسته و به رسمیت نشناسند. آنها با انتشار بیانیه‌ای خواستار دسترسی بدون مانع مردم افغانستان به کمک‌های بشری شدند. این اساتید دانشگاه گفتند هر حکومتی که مردم افغانستان را دچار ترس و وحشت کند و آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی حرکت را سلب کرده و آنان را از حقوق اساسیشان محروم کند، پذیرفتنی نیست. در بیانیه این اساتید گفته شده که طالبان پس از به دست گرفتن زمام امور به افغانی ها اطمینان دادند که جان و حقوقشان طبق رهنمودهای اسلام محفوظ خواهد بود. اما عناصر این گروه با تفسیر منحصر به خودشان از قوانین اسلامی مردم افغانستان را مجبور می کنند تا تعبیر سخت گیرانه آنان را بپذیرند. بر اساس گزارش ها طالبان در تضاد با اعلام عفو عمومی انتقام جویی کردند و به وعده های حق تحصیل و کار زنان و تشکیل حکومت همه شمول عمل نکردند که این کارشان ایجاد رعب و وحشت کرده است. اساتید دانشگاه معترض به حکومت طالبان از ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد خواستند که طالبان را تا زمانی که یک حکومت همه شمول تشکیل نداده و ارزش‌های دموکراتیک و کثرت‌گرا را نپذیرفته به رسمیت نشناسند. آنان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان یک سلسله شرایط را پیشنهاد کردند که شامل حفظ حقوق بشری افغانستانی‌ها مطابق قوانین بشری جهانی، حفظ حقوق مدنی و سیاسی زنان افغانی مطابق مواد مندرج در قانون اساسی مصوبه سال 2004، عقب نشینی نیروهای طالبان از دره پنجشیر و حل منازعه بین طرفین از طریق گفتگو، توقف اعمال خشونت بر ضد کسانی که با نهادهای بین المللی کار کردند، برگزاری انتخابات تحت نظارت ناظرین بین المللی در 6 تا 12 ماه آینده، احترام به جامعه مدنی افغانستان و حمایت از حقوق آزادی بیان و آزادی علمی می باشد. به گفته فعالان افغانستانی این بیانیه در حالی منتشر شده که جدیدترین جنایت سنی های تندرو طالبان معرف ذات حقیقی آنان است. این سنی های تندرو در ولایت شیعه نشین دایکندی پدری را جلوی چشمان کودکش به دار آویختن، پدری که دیگر نیست و تنها جرمش پیروی از مذهب تشیع بود. مسلمانان در بلژیک تصمیم گرفتند نسبت به حکم دادگاه عالی این کشور مبنی بر ممنوعیت ذبح شرعی حیوانات به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنند. انجمنهای اسلامی در بلژیک با انتشار بیانیه اعلام کردند این انجمنها نسبت به حکم دادگاه عالی بلژیک مبنی بر ممنوعیت ذبح حیوانات به دادگاه حقوق بشر اروپا اعتراض نموده و خواستار تجدید نظر شدند. در این بیانیه آمده دفتر اجرایی مسلمانان در بلژیک و شورای هماهنگی مؤسسه‌های اسلامی بلژیک پس از تصویب ممنوعیت توسط بالاترین نهاد قضایی بلژیک تصمیم گرفتند حکم این دادگاه را در برابر دادگاه اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه به تجدید نظر بگذارند. بر اساس این بیانیه تکنیک های کنونی ذبح دینی به طور کامل با الزامات بهداشتی عمومی و ایمنی قضایی مطابقت دارد. در سال 2019 میلادی قوانین جدیدی درباره حمایت و حفاظت از حیوانات در والونیا در جنوب بلژیک و فلاندرز در بخش شمالی هلندی زبان به اجرا درآمد. سازمان‌های اسلامی و یهودی نسبت به این قانون شکایت و اعلام کردند ممنوعیت ذبح با آزادی مذهب تعارض دارد
بر اساس شعائر اسلامی و یهودی فرایند ذبح شرعی برای مسلمانان حلال و برای یهودیان کوشر نامیده می شود. فرایند ذبح برای پیروان دین اسلام و یهودیت مستلزم سالم بودن حیوان است و بدون شوک الکتریکی یا بیهوشی ذبح شود، زیرا این دو عمل با احکام شرعی مطابقت ندارد. یک بانوی مسلمان مصری تبار به عنوان جوانترین کاندیدای شورای شهر روم ایتالیا فعالیت خود را برای انتخابات هفته آینده افزایش داده است. مریم علی، دانشجوی جوان مسلمان رشته حقوق، امیدوار است در انتخابات آتی به عنوان جوانترین عضو شورای شهر روم تاریخ سازی کند. وی که 20 ساله است با نامزدی در انتخابات 3 اکتبر 11 مهر ماه وعده داد صدای جوانان، سالمندان و نیازمندان در شهر روم باشد. خانواده مریم قبل از تولد او از مصر مهاجرت کردند. در روزهای گذشته وی با حمایت 200,000 دنبال کننده خود در اینستاگرام و 40,000 نفر در تیک تاک به صورت آنلاین در مبارزات انتخاباتی شرکت کرده است. علاوه بر این او در طول این کمپین با افراد زیادی ملاقات کرده تا از نیازهای آنها مطلع شود. این سیاستمدار جوان با پوشیدن حجاب در پوسترهای انتخاباتی در سراسر روم هویت دینی خود را حفظ می کند. او می گوید من در یک سفر هستم تا بیشتر و بیشتر بیاموزم. او وعده داده که زندگی اجتماعی روزمره پسران و دختران این شهرها بهبود بخشد. وی می گوید من می خواهم همه از حقوق خود مطلع و برخوردار باشند. مسلمانان اقلیت کوچکی در ایتالیای اکثر مسیحی هستند. بر اساس برآورد مرکز تحقیقاتی پیو گفته می شود که 1,400,000 مسلمان در ایتالیا زندگی می کنند. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.